پایان نشست ناتو در میان افزایش اختلاف بین رهبرها. رئیس جمهور فرانسه گفت دشمنی با روسیه نباید سیاست‌های ناتو را تعیین کند. پیشنهادهایی برای ساده نویسی فارسی. فعالان سیاسی به چه نکاتی در تغییر خط بی‌توجهند؟ و مشکلات کودکان دارای معلولیت در تاجیکستان. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. نشست رهبران ناتو در لندن با بیانیه‌ای که نشانگر عمق اختلاف نظرها بین اعضاست به پایان رسید. علی‌رغم موضع واحد رهبران ناتو علیه اقدامات روسیه، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میگوید سیاست‌های ناتو نباید بر اساس دشمنی با روسیه و چین شکل بگیرد. جزئیات بیشتر از کسری ناجی. دونالد ترامپ امروز با هلیکوپتر به محل کنفرانس آمد. هتلی در شمال لندن در کنار یک باشگاه گلف. او که قبلا ناتو را بیفایده توصیف کرده بود، دیروز از آن تعریف کرد. رهبران 29 کشور عضو ناتو در آغاز روز دوم گرد همایی‌شان. 29 کشوری که دفاعشان به هم گره خورده. در سایه ناتو، که در آن حمله به یکی از اعضا حمله به همه اعضا است. سران ناتو امروز اینجا 3 ساعت جلسه داشتند. درست هنگامی که اختلاف ها میان اعضا وحدت این پیمان دفاعی را تهدید می کند. بعضی از اعضا تروریسم را تهدید بزرگ می دانند. اکثر اعضا روسیه را. خیلی ها کمتر از دیگران برای دفاعشان هزینه می کند. اما در شروع جلسه تاکید بر وحدت بود و صلح در سایه آن. ناتو تنها جایی است که آمریکای شمالی و اروپا در آن هر روز با هم گفتگو و تصمیم گیری می کنند تا از حدود 1 میلیارد نفر محافظت کنند. پس اختلافات ما هر چه باشد، همچنان پیرامون وظیفه اصلی خود که دفاع از یکدیگر است متحد خواهیم ماند. یکی برای همه و همه برای یکی. 70 سال می‌گذرد و ما همچنان در وفاداری خود به پیمان ناتو و سپر دفاعی عظیمی که 29 کشور و حدود 1 میلیارد انسان را محافظت می‌کند محکم ایستاده‌ایم. اینکه امروز در صلح زندگی می‌کنیم گواهی بر قدرت این اتحادیه است. تا زمانی که با هم متحد باشیم هیچ کس موفق به شکست ما نخواهد شد. پس در نتیجه هیچ کس جنگی را آغاز نخواهد کرد. دیشب دونالد ترامپ و رهبران دیگر ناتو در محل کار و سکونت نخست وزیر در خانه شماره 10 داونینگ استریت شام خوردند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا سعی می‌کند زیاد با دونالد ترامپ دیده نشود. مشاورانش می‌گویند ترامپ شانس انتخاباتی او را ضعیف می‌کند. دیشب قبل از شام سران ناتو در کاخ باکینگهام در ضیافتی که ملکه ترتیب داده بود شرکت کردند. دونالد ترامپ دوست دارد که به کاخ دعوت شود. بعضی از دیگران اما اینجا ظاهرا درباره او پچ پچ می‌کنند که آنقدر با خبرنگاران صحبت می‌کند همیشه دیر به سر قرار می‌رسد. دونالد ترامپ اما اینجا هنوز بزرگترین بخش از هزینه ناتو را تامین می‌کند. علی‌رغم غر زدن‌هایش و تهدیدهایش به خروج از ناتو. کسری ناجی، بی بی سی، لندن. بیش از 3 هفته از افزایش قیمت بنزین در ایران می‌گذرد. بسیاری از دارندگان خودرو سهمیه 60 لیتری این ماهشان را استفاده کردند و حالا باید باکارا با بنزین 3000 تومانی پر کنند. تا 3 هفته پیش مصرف 200 لیتر در ماه 200000 تومان برای یک خانواده خرج داشت. حالا 500000 تومان. این را بگذارید کنار گرانی شدید سایر کالاها و خدمات. در حالی که وزرای دولت می‌گفتند جهش قیمت بنزین اثر چیزی بر قیمت بقیه چیزها دارد، خبرگزاری ایرنا از افزایش 25 تا 50% نرخ حمل و نقل خبر داده. افزایشی که انتظار می‌رود به بسیاری از بخش‌های دیگر سرایت کند. همزمان کارشناسان درباره اثرات روانی این سیاست بر قیمت‌ها هم هشدار دادند، اما گروهی دیگر معتقدند که افزایش بهای بنزین تصمیم درستی بوده. جزئیات بیشتر از محمد امینی.
مقامات میگفتند با افزایش 3 برابری قیمت بنزین، قیمت سایر کالاها بالا نخواهند رفت. افزایش قیمت‌های خودسرانه بشه. اما حتی گزارش‌های رسانه‌های حکومتی هم در ایران میگویند قیمت‌ها بالا رفتند. 2 برابر تا 3 برابر مغازه‌ها می‌فروشند. حالا 300 تومان کرایه نیستم، حالا میگیره 600 تومان. کیلو 300 تومان بیشتر میگیره از ما. چقدر میوه‌تون تغییر کرده با توجه به این تغییر نرخ کرایه؟ کیلو 500 تومان. همین افزایش قیمت و نگرانی‌های ناشی از خرج زندگی بود که باعث شد مردم فردای اعلام 3 برابر شدن قیمت بنزین به خیابان‌ها بریزند. حالا با هزاران میلیارد تومان خسارت ناشی از اعتراضات و تلفات جبران ناپذیر جانی و روحی، حکومت مانده با این معما که چگونه میتوان قیمت بنزین را 3 برابر کرد ولی قیمت کالاها و خدمات را مثل سابق نگه داشت. از بین بردن رکود که البته امریز نشدنی، چون قیمت‌ها به حرف امامان جمعه و مقامات دولتی توجه نمی‌کنند و از معادلات بازار پیروی می‌کنند. دولت به این ماشاءالله به این گندگی دولت ادعاشون اصلا دیگه از آسمون هم زده به اونور، نمی‌دونن یه شبه بنزین 300 برابر کنن این بلا سرشون میاد. عقل نداره. ببین چسب ما می‌خریدیم 48 تومن شد 200 تومن 300 400 الان برو 1 میلیون تومن پیدا کن بره. میگن بازرس است. کدوم بازرس است؟ خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی مفصل با اشاره به جدول قیمت‌هایی که تهیه کرده نشان داده که قبل و بعد از افزایش قیمت بنزین چه اتفاقی در بازار افتاده. خبرنگار فارس در کرج هم به میان مردم رفت. یکی گفته پنیر سنتی در هر کیلو 10000 تومن گران‌تر شده. خانمی گفته بربری قبل از بنزین گرانتر شده بود، اما در چند روز گذشته باز هم اقدام به افزایش قیمت کردند. از این موارد زیاد است، تا جایی که میرسد به بحث شکایت مردم به نهادهای مسئول. یکی گفته من 3 روز است که نتوانستم با سامانه 135 و 124 تماس بگیرم و هر موقع زنگ میزنم اشغال است. خیلی از شهروندان نگرانند که این تازه شروع افزایش قیمت ها باشد. آنها میگویند کسانی که کالاها را انبار کرده‌اند تا گران‌تر شود به دلیل نگرانی از برخوردها هنوز وارد عمل نشدند. میتونه اون گردن کلفته مالیات بگیره. چرا گردن کلفته نگیره؟ فقط تمام فشار داره رو بربخ میاد. الان میدونی قلزس شده 15000 تومان. اینا چقدر میخوان پول بریزن؟ به 5 نفر 205000 تومان. 205000 تومان تقسیم بر چند کیلو قلزه بکن. محمد امینی بی بی سی. در اسپانیا نمایندگان همه کشورها گرد هم آمدند تا سندی تهیه کنند که وظایف و مسئولیت‌های هر کشور را در مقابله با خطرات گرم شدن زمین تعیین می‌کند. در اجلاس تغییرات اقلیمی که امسال در مادرید برگزار شده، محققان و دستگاه‌های زیر نظر سازمان ملل گزارش‌های جداگانه‌ای درباره وخامت اوضاع زمین منتشر کردند. فعالان اقلیمی هم به این اجلاس رفتند تا سیاستمداران را برای از خودگذشتگی بیشتر و رسیدن به توافق ترغیب کنند. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان. کار بر روی تهیه و تنظیم کتاب قواعد برای نجات زمین شروع شده. اصطلاح اداری ترش یک آیین نامه است. کشورهای دنیا اینجا در اجلاس تغییرات اقلیمی توافق خواهند کرد که برای چاره اندیشی درباره گرمتر شدن زمین و خطراتش چه کارهایی باید انجام دهند. خطراتی که گریبان بشر را گرفته، ولی چون اسمش سوانح طبیعی است خیلی ها فکر میکنند نمیتوان برایش کاری کرد، نه آنقدر مهم و جدی است. پیام متخصصان امن و سازمان ملل این است که چنین تصوری درست نیست. نشانه های تغییر اقلیم بسیار روشنه. این فقط یک سال نیست که از سالهای قبل گرمتر شده. ما شاهد دهه های گرمایش هستیم. از دهه 80 میلادی هر 10 سال داغ‌تر از 10 سال قبل بوده و این خبر خوبی نیست. همین سال گذشته سال وحشت‌آوری از بحران‌های اقلیمی بوده. از آتش سوزی در آمازون و استرالیا گرفته تا مناطق قطبی شمال. افراد زیادی بی‌خانمان شدند و میلیون‌ها تن کربن وارد هوا شد که خود روند داغ شدن زمین را در چرخه باطل شدت می‌دهد. لایه‌های قطبی یخ به طرز بی‌سابقه‌ای ذوب می‌شوند و با این روند سطح آب دریاها را بالاتر می‌برند و هر چقدر سطح آب دریاها بالاتر برود، شدت سیل در مناطق ساحلی بیشتر می‌شود.
اجلاس تغییرات اقلیمی مثل هر سال به دنبال راه حل است. اما وقتی کشورهای مثل آمریکا و برزیل و استرالیا و عربستان و روسیه و چین که جزء بزرگترین مسبب داغ شدن زمین هستند، میلی به کمک ندارند، مذاکرات آهسته پیش می‌رود. حالا گرتا تونبرگ وارد می‌شود تا بلکه به نمایندگی از نسل آینده اندکی امید و روحیه به این اجلاس تزریق کند. اما او هم می‌گوید ما را دریابید ولی به حرف دانشمندان گوش کنید. من فکر می‌کنم خیلی‌ها قدرت کودکان خشمگین را دست کم می‌گیرند. اما سیاستمداران باید به علم و حرف‌های دانشمندان گوش کنن و مسئله را مثل یک بحران جدی بگیرن. این پیامی است که دیگر فعالان محیط زیست به اجلاس تغییرات اقلیمی آوردند. با این آمار تکان دهنده بین سال‌های 1999 و سال 2018 نزدیک به 500 هزار نفر در نتیجه مستقیم 12 هزار نوسان آب و هوایی به کام مرگ فرستاده شدند که روی هم 3.5 میلیارد دلار خسارت به بار آوردند. یک هفته دیگر از اجلاس تغییرات اقلیمی باقی مانده که سیاستمداران جهان ببینند چگونه میتوان منافع ملی کشورهایشان را با منافع کل بشریت و این کره آبی و خاکی پیوند بزنند تا اولی مانعی برای دومی نشود. سیاوش اردلان، بی بی سی. نظرسنجی تازه بنیاد آسیا در افغانستان نشان می‌دهد که نزدیک به 90% مردم در این کشور از گفتگوهای صلح میان دولت و طالبان حمایت می‌کنند. بیش از نیمی از مصاحبه شونده‌ها هم گفتند که به نتیجه گفتگوهای صلح امیدوارند. این ارزیابی بر اساس مصاحبه با نزدیک به 18000 نفر از افرادی که بالاتر از 18 سال سن داشتند تهیه شده و حدود 50% شرکت کنندگان آن زنان هستند. جزئیات بیشتر از نسرین نوا از کابل. فقط من از خدا توقع دارم که خدای مهربان سرز من مهربان کنه. اولاد دایم جورش نه. اندوه یک مادر. جنگ او و بچه هایش را یک سال است از خانه دور کرده. از ولسوالی جاغوری در ولایت غزنی به کابل. حالا با دو کودک مریض در خانه اجاره ای و امکانات اندک به سر می برد. شوهرش برای کار به ایران رفته. همه امیدش به لطف خداست. چراغ دا نه دمون خگرفتم ما به قته میجر خود خره تمی یک منطقه دیگر ما تا نه تا نه خرسیدم خود خره. با این همه بنیاد آسیا در گزارش تازه‌اش میگوید اکثر مردم با گفتگوهای صلح موافقند. نظر به این گزارش شماره کسانی که فکر میکنند افغانستان به مسیر درستی میرود بیشتر شده. خب دلیل این خوشبینی و امیدواری میتواند بیشتر شدن تلاش‌های صلح در سال 2019 باشد، چون چندین دور گفتگوها شکل گرفت و مردم به آمدن صلح امیدوار شدند. بیشترین امیدواری به گفتگوهای صلح در مناطق شرق و جنوب غرب است، اما تقریبا همه پیش شرط‌هایی برای صلح دارند. نزدیک به 55% به حفظ قانون اساسی فعلی تاکید کردند. نزدیک به 54% دولت مرکزی قوی، 46% آزادی بیان، 47% آزادی مطبوعات و نزدیک به 18% حضور نیروهای خارجی. صدایی که دوست دارد شنیده شود. 9 سال را به پای آموختن موسیقی گذاشته. حالا استاد ویالون شده و دست بردار هم نیست. نگران است توافق با طالبان او را به انزوا بکشد. موسیقی بر ما یک دستاورد خیلی بزرگ است. نمیخوایم کمی موسیقی کار کنیم، زحمت کشیدیم، قربانی سال شب. اگر در گفتگاه سال بگن که موسیقی را محروم کنین، باز ما صلح قبول نداریم. مشخص نیست گفتگوهای صلح به چه قیمتی به جنگ طویل افغانستان خاتمه خواهد داد.
اگرچه عده‌ای خصوصا جوان ها حاضر نیستن دستاوردهای 18 سال گذشته را با صلح معامله بکنن، اما در نهایت بیشتر مردم افغانستان خسته از جنگ، ناآرامی و فقر، تشنه صلح و امنیت هستند. صلحی که تا فعلا چشم انداز خیلی روشنی نداشته. 15 سال است که بنیاد آسیا گزارش های مشابهی را منتشر می کند که گاه امیدوار کننده است و گاه برعکس. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. ایرانی ها بیش از یک قرن است که نگران عقب ماندن از جهان هستند. گروهی از روشنفکران و فعالان سیاسی در این دوره می گفتند که عقب ماندگی از کم سوادی است و کم سوادی به دلیل سختی سواد آموزی. بعضی از آنها چاره را در ساده شدن خط فارسی می دیدند. این زمزمه به گوش خیلی از دانش آموزان هم خوش آمد که نمی دانستند چرا برای نوشتن صداهای مشابه باید حروف مختلف به کار برد. اما آیا تغییر یا اصلاح خط کار راحت است؟ سود و زیانش چیست؟ جزئیات بیشتر از سام فرزانه. خانه میرزا فتحعلی آخوندزاده در تفلیس گرجستان، اینجا حالا موزه او شده. آخوندوف یا آخوندزاده معتقد بود که یکی از دلایل کمسوادی در ایران و کشورهای اطراف سختی یادگیری خط است. او آسینها را بالا زد و در طول زندگی چندین و چند خط طراحی کرد که آخرینش با استفاده از حروف یونانی و روسی بود. به نظر من هیچ کدام از پیشنهادهایی که برای تغییر خط شده هیچ کدام مبنای زبانی نداره، بلکه اونها همه مبنای سیاسی و مبنای ایدئولوژیک داره، یا یک نوع ایدئولوژی ملی‌گرایانه پشتش بوده. ما میگفتیم خط ما غیر از زبان عربی، غیر از خط عربی باید باشه، یا یک نوعی ایدئولوژی نزدیکی به غرب رو دنبال می کرده، یا هر دو رو با همدیگه همزمان، مثل حادثه‌ای که در ترکیه اتفاق افتاد. آخوندزاده و همفکرانش جوامع اسلامی را از غربی ها عقب مانده تر می دانستند. مشکل را در بیسوادی ملت و گره آن را در خط دیده بودند که به نظرشان برای یادگیری خط دشواری است. تغییر خط یک مسئله قرن بیستمی هست و فقط در دو جای عالم اتفاق افتاده، برخلاف اون چیزی که به نظر میرسه همه فکر میکنن که همه کردن این کار رو، نه، در حوزه اتحاد شوروی و در ترکیه. در ترکیه یک تغییر نسبتاً موفق بوده برای اینکه به یک تثبیتی منتهی شد. در آسیای میانه این مسئله به یک آشوب منتهی شده. مثلا در جمهوری آذربایجان خط چند بار تغییر کرده، از عربی به لاتین در 1926، از لاتین به سیرلیک در 1935، تغییر به سیرلیک ساده شده در 1958 و بازگشت به لاتین در 1991. هر خطی وابسته است به یک تمدن و به یک حوزه تمدنی و فرهنگ اون تمدن و آثار و اسناد اون تمدن رو منتقل میکنه. ما در واقع وقتی تصمیم میگیریم که خط رو تغییر بدیم، باید تصمیم بگیریم که آیا میخواییم رابطمون رو با اون تمدن و فرهنگ حفظ بکنیم، یا میخواییم دست کم در کوتاه مدت تصمیم بگیریم این ارتباط رو قطع کنیم. ترکیه. تغییر خط در این کشور موجب قطع ارتباط با خطی شد که بر در و دیوارهای آثار باستانی آنها نوشته شده و حالا برای عموم مردم بی‌معناست. اما آن زمان که در ترکیه خط تغییر کرد، بایگانی اسناد به اندازه امروز نبود. برای همین تغییر خط در جهان امروز دشوارتر به نظر می رسد. شاید برای همین باشد که از میانه دهه 40 در ایران سودای تغییر خط جایش را به اصلاح خط داد. خط فارسی ایرادهای اساسی داره، همچنان که همه خطهای این ایرادهای اساسی را دارن، منتها به شیوه خودشون. گروهی از هواداران اصلاح خط میپرسند چرا باید 4 نوع ز نوشت در حالی که در تلفظ متداول یک طور بیانشان میکنیم؟ چرا باید 3 تا س داشته باشیم با یک صدا و چرا 2 حرف با صدای ت یا 2 تا با صدای ق و 2 تا با صدای ه؟ این گروه میخواهند با کاستن از تعداد الفبای فارسی نوشتار را به لهجه و تلفظ متداول نزدیک کنند.
اگر بیاییم این حروف رو خارج بکنیم، املای بسیاری از کلمات رو مشابه هم میکنیم. اتفاق دوم این هست که بسیاری از کلمات که معانی مختلف دارند و ریشه های مختلف دارند و اشتقاق های مختلف دارند، املاشون به هم شبیه خواهد شد. مثلا در عربی کلمه حد داریم که به معنای مرز هست و دور چیزی هست. ما این ریشه رو در کلماتی مثل حدود، محدود و کلمه تهدید رو هم از این ریشه در فارسی به کار میبریم که همه اینها به ما اجازه میده که ما ارتباط معنایی بین این کلمات رو درک بکنیم بدون اینکه مجبور باشیم که هر کدوم از این کلمات رو یاد بگیریم. ما یک تهدید دیگه داریم در فارسی. شما در اینجا کلمه تهدید رو دارید که به معنای ترساندن کسی هست. اگر ما اینها رو به یک صورت املا بکنیم، ارتباط بین این هم خانواده ها به هم میخوره، یعنی یکی به جای دیگری گرفته میشه. ما در نوشته وقتی نگاه میکنیم، به دلیل حرف خاصی که به کار رفته، ما ارتباط بین این کلمات رو به راحتی برقرار میکنیم. و اگر قرار باشه که ما هر دو خانواده کلمات رو با یک نوعه بنویسیم، اون وقت ما دیگه این ارتباط رو از دست میدیم و گم میکنیم. اما بعضی از مشکلات خط فارسی قابل اصلاح هستند. مثلا دشواری خواندن مصرع دوم این بیت از سعدی با استفاده از اعراب گذاری حل می شود. بیچاره خار می خورد و بار می برد. یکی از مشکلاتی که در خط فارسی وجود داره مسئله سر هم نویسی و جدا نویسیه. اصلاحگران خط فارسی اعتقاد دارند که اگر بتوان اجزای کلمات ترکیبی مثل پیشاهنگ یا دستاویز را جدا و با نیم فاصله نوشت، خواندنشان آسان‌تر می‌شود. البته مواردی وجود داره که چون در سنت طولانی خط فارسی به یک صورتی نوشته شده، ترجیح میدن که دست به ترکیب اونها نزنن، به عنوان استثناء نگه دارن. مثل کلمه دانشجو که برخلاف دانش آموز هیچگاه اعضایش از هم سوا نشدند. مثال‌ها از تلاش برای اصلاح خط فارسی بسیار است، اما این اصلاحات اگر آنقدر رادیکال باشد که بخواهد گنجینه ادبیات فارسی و مجموعه اسناد بجامانده از این زبان را برای ما ناخوانا کند، آن وقت باید از مبلغان این اصلاحات خواست توضیح بدهند که چرا به گمان آنها چنین اصلاحاتی ضروری است. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن. در تاجیکستان نزدیک 150 هزار فرد دارای معلولیت زندگی می کنند که بیش از 27 هزار نفر از آنها کودکان و نوجوانان هستند. دولت تاجیکستان کمک به این قشر آسیب پذیر را یکی از اولویت های خود اعلام کرده. اما فقر و بیکاری و فساد گسترده روی زندگی معلولان هم تأثیر گذاشته. در روز جهانی معلولان، خبرنگار ما سهراب ضیا به مرکز توانبخشی کودکان معلول در شهر وحدت تاجیکستان رفته بود. عزیزه 11 ساله است، اما توانی راه رفتن ندارد. بعد از 2 سالی تولد او، پدرش عزیزه و مادرش را رها کرد. او ماه 180 سومانی یا معادل 18 دلار از دولت کمک پولی می گیرد که برای درمانش کافی نیست. در 9 سالی اخیر عزیزه بارها به این مرکزی توانبخشی آمده است که به معلولان مثل او خدمات رایگانی توانبخشی ارائه می کند. وقتی که عزیزه در این درمانگاه وارد گشتیم، این حتی شیشته هم نمیتونیست، گپ زدن هم نمیتونیست، تماما یکون قاشق هم یا که دفتر ручка هم قپیده نمیتونیست. خدا به شکر میشتگی شد، خودش خوراکوش میخوردگی شد، حرکت کرد، خودش رسم میکشد، خیلی بهبودی دیدیم. حالا 70 کودک معلول مثل عزیزه از سراسر تاجیکستان در این مرکزی توانبخشی درمان میشوند که 95%شان به بیماری های آریزه سیستم عصب مبتلایند. در اینجا محیطی مناسب برای درمان فراهم آورده شده و کودکان به سمت استقلال حرکتی، ذهنی و اجتماعی سوق داده می شوند. جاویدان 6 ماه بود که عفونت عصب او را به فلج دست و پای گرفتار کرد. طول این یک هفته که من در اینجا تبابت گرفته ایستادم، پسر من خیلی هم نشستن را خوب می نشیند، راست می ایستد و خیلی هم من میندار هستم.
اینجا تنها مرکزی توانبخشی برای کودکان معلول در تاجیکستان است و سال تا 1800 بیمار در اینجا درمان می شوند. این مرکز 10 سال پیش تأسیس یافته بود و در این مدت بیش از 13000 کودک در اینجا خدمات درمانی توانبخشی گرفتند. معلولانی که در این مرکز درمان می گیرند عمدتاً به بیماری های آریزه سیستم عصبی، اندام ماهیچه‌ای و حرکت و قلب و ریه مبتلایند. همه این کودکان مدت 2 هفته دوره های آموزشی، گفتار درمانی و کار درمانی را می گذرانند. در قطار فرزندان مادرانشان بیستری می گردند که مقصد از آن عبارت است که مادران بینند، یاد گیرند مشق های حجم حرکت، مشق های کار درمانی را و در خانه رفته همین چیزها را تکرار کنند. در این مرکزی توانبخشی دولت برای هر یک کودک معلول روز 9 سامانی یا کمتر از 1 دلار تخصیص می دهد که برای 3 وعده غذای آنها در یک روز البته مبلغی کافی نیست. گذشته از این به مادران این کودکان در این مرکز غذا داده نمی شود. البته روزهای جشن و مراسم استثناست. مثل روزی جهانی معلولان که هم سفره این کودکان و مادرانشان پر است و هم دستانشان. سهراب ضیا، بی بی سی، مرکزی توانبخشی کودکان معلول در شهری وحدت. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا 1 هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.